آیت الله العظما سید صادق حسینی شیرازی طی سخنانی اظهار داشت دفاع از قرآن کریم و سیره اهل بیت علیهم السلام یک وظیفه واجب برای همه مسلمانان در سراسر جهان است. ایشان در ادامه بر لزوم استفاده از شبکه‌های ماهواره‌ای و وسایل ارتباطی جدید برای نشر معارف اهل بیت علیهم السلام تاکید کردند و خاطر نشان کردند این شبکه‌ها بسیار مهم هستند، زیرا عصر کنونی عصر اینترنت و شبکه‌های اجتماعی است و باید معارف قرآن کریم و اهل بیت علیهم السلام را از این طریق به جهانیان رساند. آیت الله العظما شیرازی همچنین بر معرفی منابع نفیس شیعه مانند نهج البلاغه، صحیفه سجادیه و غیره به جهانیان تاکید کردند و گفتند استفاده از این منابع می تواند کمکی برای هدایت همه مذاهب باشند. مؤسسه فرهنگی نیکوکاری مثبال حسین علیه السلام از مراکز مرتبط با دفتر مرجع عالی‌قدر آیت الله العظما سید صادق شیرازی در حال برگزاری جلسات نهایی بررسی پروژه چشمانداز اربعین 2030 میلادی با 50 میلیون زائر است. گفته می شود در همین راستا حسین العادلی مسئول بخش روابط عمومی مؤسسه مثبال حسین علیه السلام اعلام کرد که در این جلسات نهایی گام‌های پایانی اجرای این چشم‌انداز در حال آماده سازی است. وی در ادامه افزود مسئولان مربوطه در این مؤسسه در حال پیگیری آخرین مراحل آماده سازی طرح کامل و جامع این چشم‌انداز هستند تا پس از آن به صورت یک طرح مکتوب کامل برای اجرا در اختیار مسئولان و ارگان‌های مربوطه قرار گیرد. العادلی افزود جلسات نهایی به بررسی نواقص و کمبودهای موجود در مطالعات صورت گرفته اختصاص یافت. و خبری از پروژه‌های عمرانی در کشور عراق. وزارت راه عراق از اجرای 66% از طراحی ریل مسیر بین المللی توسعه در عراق و 52% از طراحی راه زمینی این مسیر توسعه خبر داد. در همین راستا میثم الصافی مدیر روابط عمومی وزارت راه ضمن اعلام این خبر افزود علاوه بر این اقدامات 80% از عملیات آماده سازی زیرساخت جاده ای این طرح به طول 1200 کیلومتر انجام شده است. در همین راستا عبدالرزاق الزهیری رئیس اتحادیه اتاق‌های بازرگانی دولت عراق گفت دولت در آغاز اجرا و ساخت این مسیر بین المللی توسعه که راهی مهم در مسیر توسعه عراق خواهد بود تصمیمی جدی گرفته است. وی در ادامه افزود این مسیر نقطه اتصال بین شرق و غرب جهان خواهد بود. مجموع رسانه‌ای امام حسین علیه السلام از آمادگی خود برای ارائه خدمات مختلف آموزشی به هر مجموعه شیعی در سراسر جهان که قصد راه‌اندازی شبکه ماهواره‌ای شیعی دارد خبر داد. گفتنی است این آمادگی در حالی از سوی مجموع رسانه‌ای امام حسین علیه السلام اعلام شده که مرجع عالی‌قدر آیت الله العظما سید صادق شیرازی در سخنرانی اخیر خود همه شیعیان سراسر جهان را به تلاش برای راه اندازی هرچه بیشتر شبکه‌های ماهواره‌ای با هدف نشر هرچه بیشتر علوم و معارف اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام دعوت کرد. گفتنی است این بیانات معظم الله در سخنرانی ایشان در جمع مبلغین که در آستانه ماه مبارک رمضان در بیت مرجعیت در شهر مقدس خم برگزار شد مطرح گردید. مؤسسه فیض البتول علیها السلام با همکاری مؤسسه فرهنگی نیکوکاری مثبال حسین علیه السلام نشست سالانه مبلغان دینی را به مناسبت استقبال از ماه مبارک رمضان در شهر زیقار عراق برگزار کرد. در همین راستا شیخ الحسناوی مدیر این مؤسسه در سخنانی بر اهمیت دیدار واعظان و مبلغان دینی و همکاری بین آنها تاکید کرد. وی در ادامه افزود
منبری که واعظ بر روی آن می نشیند امانتی در دست اوست و این امانت باید نزد خدای متعال و رسول اکرم صلی الله علیه و آله و ائمه اطهار علیهم السلام حفظ شود. الحسطاوی در پایان بر اهمیت تلاش برای انتقال صحیح ایمان، معنویات و فرهنگ اهل بیت علیهم السلام تأکید کرد. مسجد جامع جرجیس نبی در استان نینوا در شهر موسل عراق پس از تصویب انجمن خیریه این استان با حضور علما و مسئولان و عاشقان اهل بیت عصمت و طهارت افتتاح شد. شایان ذکر است این مسجد به دست گروه‌های سنی تندروی داعش به طور کامل تخریب شده بود و اکنون با کمک خیرین بازسازی شد. بازسازی مسجد از سال 2021 آغاز شد و به سبک معماری اسلامی با 18 گنبد زیبا تکمیل گشت. حاضران از افتتاح و بازسازی این مسجد به ویژه با فرارسیدن ماه مبارک رمضان خوشحال شدند و آن را برای اقامه نماز و احیای شبهای ماه مبارک رمضان آماده ساختند. و خبری از فعالیت‌های اسلامی در کشور بنگلادش. شورای رفاه اجتماعی برونئی اخیراً ساخت 20 مسجد خود را در یکی از محله‌های فقیرنشین در بنگلادش به پایان رساند. لازم به ذکر است این شورا در ابتدا مساجد را در اردوگاه‌های پناهندگان می‌ساخت، اما اخیراً این کار را در روستاهای فقیر و دورافتاده انجام می‌دهد. گفتنی است همه مساجدی که شورای رفاه اجتماعی در بنگلادش می‌سازد خورشیدی و دوستدار محیط زیست هستند. محمد یوسف بن شیخ عبدالحلیم رئیس شورای رفاه اجتماعی گفت مساجد به مکان‌هایی برای وضو گرفتن نیاز دارند که از آب‌های زیرزمینی استخراج می‌شوند. بنابراین ما برنامه‌های جداگانه‌ای برای ساختن مکان‌های وضو گرفتن برای مساجد تهیه دیده‌ایم. رئیس شورای رفاه اجتماعی ابراز امیدواری کرد که مسجد جدید در بنگلادش به برکت ماه رمضان موجب رفاه حال مسلمانان در این منطقه فقیرنشین شود. و ما خبر آخر، دولت بریتانیا متعهد شد همزمان با افزایش اسلام حراسی در این کشور 117 میلیون پوند معادل 150 میلیون دلار برای حمایت از جوامع مسلمان هزینه کند. به گزارش خبرگزاری اخبار شیعه به نقل از رویترز، این اقدام با توجه به افزایش اسلام حراسی انجام شده است و دولت بریتانیا متعهد شده است که اقدامات بیشتری در مبارزه با افراطی‌گری انجام دهد. گفتنی است این کشور پیشتر اقدام مشابهی نیز برای حمایت از یهودیان انجام داده بود.